سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان عزیز، عیدتون مبارک باشه، سال خیلی خوبی داشته باشین. امروز اومدیم با یک مهمان ویژه از خطه شمال، استعداد خفن تیم ملی فوتبالمون، الله یار سید منش عزیز. داداش خوبی؟ چطوری؟ قربونه داداش، حالا چه سال نو دور خودت همه طرفدارا تبریک عرض می‌کنم. قربونت برم داداش. آقا اومدیم امروز مصاحبه کنیم و اینکه این مصاحبه چند تا بخش داره. چند تا سوال هم تشریحی داره هم تک کلمه‌ای داره. حالا ما می‌پرسیم، هر کدوم رو دوست نداشتی می‌تونی جواب ندی، ولی می‌دونم همه رو جواب می‌دی. چیزی که بتونم جواب بدم. من می‌دونم که رفتی تو شبکه ورزش هم خودت گفتی مصاحبه کردی، بعد به یه سوال اونجا هم جواب دادی، ولی چون زیاد پرسیدن می‌خوام اینم ازت بپرسم. می‌ریم سراغ اصل مسئله. به استقلال برمیگردی یا نه؟ اون دیگه خودم هم گفتم، همون دیروز موقعی که دیروز بود تو شبکه ورزش هم گفتم حالا خودم که دوست دارم یه روز حتما برگردم، ولی خب زمانش فکر نکنم حال حاضر باشه یا نزدیک باشه، چون دوستان فوتبال هم تو اروپا ادامه میدن، ولی خب قطعا یه روز دوست دارم برگردم. قطعا نداشت ایشالله که بدرخشی. حالا سوال بعد، میگه از چه تیم بزرگی پیشنهاد داشتی نرفتی یا رفتی خوشت نیومده؟ واسه پیش اومده داشت. خب تیمای بزرگی که من رفتم، هم فنرباچه به نظرم تیم خیلی بزرگی بود، ولی خب شاید انتخاب درستی تو اون زمان واسه من نبود، ولی خب پشیمون نیستم از انتخابم و چالشی که مثلا پیش اومد، تجربه‌ای که اونجا کسب کردم. خیلی هم راضی ام که تونستم خیلی چیزا یاد بگیرم اونجا و آینده استفاده کنم برای خودم. به نظر من هیچ پشیمونی نباید وجود داشته باشه تو زندگی، همش باید درس باشه واسه آینده. نه آره، اتفاقا رفتی اونجا با دو سه تا تیم بزرگم بازی کردی، تجربه‌ای به نظرم خیلی خوبی شد. فکر کنم خودت همین نظر رو داشته باشی. نه آره دقیقاً، به نظرم حالا چه بحث فوتبالی چه غیر فوتبالی، هر چیزی که تو زندگی پیش میاد، حالا شاید اون لحظه ناخوشایند باشه یا جوری که میخوای نباشه، ولی خب درسایی که توش هست قطعا میتونی تو آینده استفاده کنی و خیلی مفید باشه واسه. خب عالی. حالا یه سوال دیگه میگه که اگر فوتبالیست نمیشدی به نظر خودت چیکاره میشدی؟ نمیدونم، میشستم گیمینگ میزدم، وارزون میزدم. جدی وارزون دوست داری؟ آره. کلا تفریحاتت اینه که یعنی به جز فوتبال گیم وارزون میزنی؟ آره. آره دیگه. از تمرین بیام خونه و فقط بشینم پای وارزون. فکر کردم فوتبال میزنی شما. اصلا وارزون. نه. خفن. سوال بعدی، من خودم یه استعداد دارم، استعداد خیلی به درد بخوری نیست. مثلا میتونم ابروامو دو تا ابرومو بالا پایین کنم اینجوری. حالا میخوام ببینم استعداد تو که به نظرت به درد نمیخوره چیه؟ بی خود ازم. را فکر کنم غیر از فوتبالی که استعدادی که نداشته باشه. اصلا یکی انگشتشو برعکس تا میکنه. میخوام ببینم استعداد همچین چیزی داری تو. شوبده بازی برادر. اوه. نه خداوکیلی هیچ استعدادی ندارم. فکر کنم غیر از فوتبال. اصلا وقت نشده استعدادتو پیدا بکنی. آره واقعا شاید کشف نشده باشه. حالا از تیم عجیبی به نظر خودت تا الان پیشنهاد داشتی؟ مثلا یه تیمی بوده، مثل دارم میگم، از لیگ هند واسه خودت تعجب برانگیز بودی که چرا مثلا این تیم باید بیاد به این پیشنهاد؟ حالا اسم تیمم نگفتی؟ نه خب تو اینجور شرایط حالا ایجنتی که داری یا مدیر برنامه‌ای که داری اصلا نمیاد بهت بگه همچین پیشنهادایی رو، ولی برای همین من نشدم. نه خب حالا بستگی به شرایطی که داری و سطح فکری داری و هدفی که داری، خب قطعا یه مسیری داری دنبال میکنی دیگه. برای همین حالا پیشنهاد دیگه مثلا همین چیزایی که تو گفتی بیاد اصلا در مورد صحبت نمیشه. ایول. آقا الگوی فوتبالیت توی فوتبال کی بوده؟ آره من الگوی خاصی ندارم. من سعی میکنم حالا هر بازی که میبینم، هر بازیکنی که میبینم، نقاط قوتی که داره ازش یاد بگیرم. حالا من بازیکنایی که دوست دارم، من مسی رو واقعا خیلی دوست دارم، ولی خب الگوی فوتبالی نیست، جاست سبک بازیمون هم زیاد شبیه هم نیست، ولی خب همونطور که گفتم سعی میکنم همه بازیکن‌ها هر چیز مثبتی که دارن یاد بگیرم. پس شما رونالدو رو دوست نداری؟ من دارم میگم هر کی چیزی خوبی داره یاد بگیرم. رونالدو این همه چیز خوب داره، بهترین بازیکن دنیا هست. احساس میکنم سبک فوتبال شما بیشتر به رونالدو میخوره. جدی خودت هم اینه یا نه؟ خب سطح فوتبال رو میگم، من خب مسی رو خب خیلی دوست دارم، به نظرم این بازیکن تا
تاریخه، ولی خب سبک بازیم شبیهش نیست، ولی خب خیلی چیزا میتونم از اون یاد بگیرم، خیلی چیزا از همه بازیکن‌ها میشه یاد گرفت. یه سوال دیگه ای که واسه خودم هم هست و پرسیده بودن اینم، گفتن که چطوری با ولغاز آشنا شدی و تا حالا قسمتی ازش دیدی یا نه؟ حالا حقیقتش رو بخوام، من تو اینستاگرام بود فکر کنم که تگم کرده بودن توی پستایی و همون در حد اینستاگرام و قسمتش اینا رو هنوز حالا نمیخوام دروغ بگم اینا همه دیدم، نه واقعا هنوز وقت نگردم ببینم، ولی خب از طریق اینستاگرام آشنا شدم، بعد خودت هم بهم پیام دادی رفتم دیدم پیج اینا رو، ولی خب در حد اینستاگرام میدونم. ها کلا توی یوتیوب خیلی فعالیت نمیکنی اصلا بگردی و نه نه چرا، من اتفاقا عاشق یوتیوب، من بعد از وارزون تازه سرگرمی یوتیوبه فکر نمیکردم، خدا وکیلی دمت گرم. کلا پس هیچ کدوم از قسمتاش مثلا یه تیکه ایناش هم ندیدی نه ویدیویی؟ میگم توی اینستاگرام دیدم و چند تیکا کلیپاشو دیدم، ولی خب من آخه نمیدونستم یوتیوب داره، تو خودت بهم زنگ زدی که میخوام یه مسابقه بگیرم واسه یوتیوب، من نمیدونستم اصلا همچین چیزی وجود داره. من فکر میکردم همون در حد اینستاگرامه. خب سوال اصلی منو میرم سابسکرایب میکنم. آقا دمت گرم بابا، تاج سری. آقا سوال اصلی، فیفا یا پی اس کدومشو بازی بیشتر میکنی؟ فیفا بابا. یعنی تو همه رو میبری یا نه بچه های دیگه هم تو رو میبرن؟ نه نه من قوی نیستم، خب بلد هم ولی قوی نیستم زیاد، چون میگم مثلا زیاد بازی نمی کنم، مثلا من هر آخرین باری که بازی کردم 2 سال پیش بود، الان دوباره اومدم تو اردو با بچه ها بازی میکنم. من فکر کنم چون خودت هم زیاد فوتبال بازی میکنی واسه اینکه سرت گرم شه ذره از اون فضا بیای بیرون میری وارزون اگه اشتباه نکنم. نه نه اصلا هیجان وارزون من تو بچه ها میشینیم آنلاین بازی میکنیم خیلی بیشتره به نظر، خیلی حال میده به من که خیلی حال میده. الان بازی کردی میخوام بگم باختی یا بردی؟ الان بازی قبلی رو باختم. به کی باختی؟ به محمد قربانی زد ما رو 4-5-6-7 تا چند گل خوردم. چند تا زدی حالا؟ فکر کنم 7-3 شد، صد اخراجی هم داشت علی خب 7-3 شد. میگه اولین بار چی شد که فهمیدی استعداد داری تو فوتبال؟ من خودت متوجه شدی؟ آخه من اصلا نمیدونم چند سالگی، 5 سالگی بود، از همون وقتی که یادم میاد کلا علاقه داشتم. من خب خانواده‌ام اون همه توی کشتی هستند و پدرم داییم عموم هم همه مازندرانی ها که واقعا همه آره. کشتی هستند. آره و پدرم خیلی علاقه داشت من برای کشتی، ولی خب من میگم از همون بچه نمیدونی یه علاقه توت هستی، من همون علاقه داخلم بود و فوتبال ها بچه دوست داشت. یعنی مثلا از همون موقع هایی که زمین خاکی و اینا بازی میکردی خودت متوجه شدی که واقعا فوتبال دوست داری؟ آره قشنگ حسش میکردم. میخواستم ببینم که یعنی شروعش از کجا بوده، مثلا اومدی تو باشگاه متوجه شدی یا اینکه نه همون زمین خاکی و اینا بود؟ نه همون اول از کوشش شروع میشه دیگه، همه از کوشش واسه کوشش شروع میشه. آقا غذای ایرانی مورد علاقه است، من میخوام ببینم چی، خارجی نه ایرانی. مورد علاقه هم من خورشت گوجه و بادمجون خیلی دوست دارم، من نمیدونم خوردی یا نه، باید خورده باشی قطعا. خورشت گوجه بادمجون من خوردم آره، ولی غذای چیزیه یعنی تو مازندران بیشتر چیز میشه. من دیروز تو شبکه ورزش گفتم اصلا نمیدونستن چیه، ولی فکر کنم شمالی ها همه بتونن چیه. آره. یه سری ها کنارش فکر کنم گوشت و مرغ هم میذارن، یه سری ها هم آره آره با مرغش دوست دارم. میشه کسی نشناسه اصلا این خورشتو؟ من با مرغش دوست دارم. مرغ اصلا یه چیز دیگه هست. آره. من در حالت عادی گوشت رو دوست دارم، ولی خب با اون خورشته مرغ رو بیشتر دوست دارم. تو شبکه ورزش کسی اصلا نمیدونست چیه؟ نه دو ساعت داشتم توضیح میدم آخرم کسی رو دوست داشت. این سوالو میتونی حالا یه مقدار فکر کنی روش. میگه تا حالا شده به خانواده یه چیزی رو نگی یا پنهون بکنی و تا الان هم متوجه نشده باشه؟ آره فکر کنم آره. مثلا کسی اصلا فکر نکنم وجود نداشته باشه که همچین چیزی نباشه دیگه، اگه الان بگم دیگه چیزی که نمیشه که ندونم. میدونم ساده بگم، مثلا یه بار پیچوندی مدرسه رو رفتی فوتبال بازی کردی، مثال میگم. این کارا که دیگه اصلا دیگه حساب نمیشه. جدی چند بار این کار کردی؟ زیاد. من خب مدرسه اصلا زیاد خوب نبودم و حقیقتشو بخوام بگم زیاد استعداد نداشتم. یکی از بنوم کاری اینجا لو رفت بعدی ایشو اشکالی نداره، بالاخره خود فکر کنم جد همه فوتبالیستا حداقل چند بار این کارو کردن. آره من کسی میشه که نکرده، حالا جز اون زیاد بخونا دیگه همه انجام دادن. حالا شاید منم انجام نداده باشم آقا، یعنی چی؟ بذار که نفذیرم.
خب این سوالی که ازت میخوام بپرسم یه چیزیه که واقعا خودم هم با بچه‌ای که حالا در ارتباط هستم هم سن و سالای خودم این موزلیه که حالا هستش یعنی تو جامعه. من میخوام ببینم اگه بخوای به کسایی که هم سن و سال خودتن که حالا رفتن به سمت سیگار مواد یا حالا همچین چیزایی حرفی بزنی که اونا رو از اون سمت بکشونیشون به سمت زندگی سالم یا درست بهشون چی میگی؟ داداش به نظرم حالا هر کس زندگیش بستگی به شرایطش، شاید منم بخوام یه حرفی بزنم و اون کسی که داره این کارو میکنه من تو شرایط اون نیستم چی میگم درست. که بخوام همچی حرفی بهش بزنم، شاید من یه حرفی بزنم یه نصیحتی کنم و اون طرف یاد بگه او تو که نمیدونی شرایط من چیه چرا همچی حرف میزنی. من ازم هر کس باید تو زندگی خودش رو فقط در نظر بگیره، یعنی همه کار زندگیش خودشه که بخواد خوب پیش بره یا بد پیش بره و تنها تصمیمش هم فقط خودش میتونه بگیره و عملش کنه. حالا با صحبت های بقیه اصلا به نظرم زیاد حالا شاید یه چیزی بگن چیز خوبه که مثلا خودت تجربه کردی مثلا نرفتی سمتش چی بوده که شاید بقیه هم بتونن استفاده کنن. شاید مثلا دارم میگم یکی مثلا 12 سالش باشه این ویدیو رو ببینه بعد چیزی که تو میگی و چند سال بعدش که حالا پیش رفیقاش و اینا بود تجربه کنه بعد بگه آقا مثلا الله یار اونجا فلان چیزو گفت من میتونم ازش استفاده بکنم سمت این نرم. خب من میگم اگه تو زندگی هدفی داشته باشی و بخوای بهش برسی قطعا این چیزایی که مثلا هدفی که من داشتم خب این بود که یه فوتبالیست شم بتونم فوتبالیست حرفه‌ای شم و به خاطر اون هدفی که داشتم خیلی چیزا رو کنار گذاشتم، همین چیزایی که خودت گفتی حتی تا دیر وقت بیرون بودن زندگی حرفه‌ای زود خوابیدن خیلی چیزا هست که بستگی به هدفی، البته بستگی به هدفی که داره باید انجام بشه. من میگم حالا چیزایی که مضره قطعا چیز خوبی نیست اگر همه استفاده می‌کردن خوبه. دیگه خیلی خفنی گفتم. یک سوال خیلی فکری من روش بکنم فکر کنی یه چند دقیقه. دیگه حاضر بودی با بارسلونا یا رئال مادرید قرارداد ببندی ولی دیگه به تیم ملی دعوت نشی؟ نه. خب بازی کردم واسه کشور خودت خیلی دیگه داره. اصلا همه چیز جداست به نظر من تو فوتبال. از شما 100% تیم ملی. آره من دوست دارم واسه کشورم بازی کنم، واسه جایی که بزرگ شدم جایی که بتونم اومدم واسه مردمشو خوشحال کنم چرا که نه. از چه موزیکی خوشت میاد؟ از چه سبک موزیکی خوشت میاد و خواننده مورد علاقت کیه؟ رپ. اصلا پاپ تو عمرم چند بار فقط گوش داده باشم. و رپر مورد علاقت چند تاشو بگم؟ سه تاشو یه بگم. یه دونه بگو. دو تا بگو. هر چند سه تاشو بگم. سه تاشو بگم. فدایی، پیشرو، علیسون. بعد اونه که تاپت کیه؟ من هر سه تاشو دوست دارم. یعنی کسایی که واقعا حس متحول میکنم منو وقتی گوش میدم انگیزه میده بهت. بعد قلمشون به نظر من یکی از چیزایی که حالا قدیمی ها حافظ سعدی داشتن ما هم اینا رو داریم، واقعا به نظر من چیزی کم نظیره. واقعا اینجوری بگیم که کم ندارن از اونا اگه زیادترم نباشه؟ به نظر من هیچ کم ندارن چون اونا تو یه سبک دیگه بودن، تو یه راه دیگه بودن، اینا تو یه سبک دیگه، تو یه راه دیگه اونا مینوشتن، اینا مینویسن. حالا اگه بخوای یه ترک از یک رپر رو تا آخر عمرت گوش کنی کدومو انتخاب میکنی؟ ترکی رو تا آخر عمرم گوش بدم کجا فکر کنم؟ خیلی آخه سخته. دیوونه این کارو نمیکنه ولی نمیدونم این سوالی بود که من باید میپرسم. خیلی سخت. بس سه تا انتخاب کنم، هر کدومش یه دونه. از علی سورنا گریز از مرکز رو انتخاب بکنم. هنو خونم تو کولم، هنو کلی قدم تو کولم. از پیشرو، خیلی آهنگ خوبش کدومش رو بگم که به من خیلی انرژی میده، من نیلوفر آبی رو انتخاب میکنم. از فدایی، از فدایی هم آهنگ تهرانش انتخاب میکنم که آهنگ اخیرشه. تهران فدایی. اونا بیشتر از همه از فدایی دوست داری؟ نه من همه آهنگاشو دارم یه صد دوست دارم، ولی خب هر کدومشو یه سبک مختلف رو انتخاب کردم که بتونم تا آخر گوش بدم. تیم مورد علاقه ای که دوست داری توش بازی بکنی در آینده، یعنی مثلا میگی آقا من هدفم اینه که به این تیم برسم، به نظرت کدوم تیمه خیلی دوست داشتن بدونن؟ تیم مثلا میتونم بگم در حال حاضر کدوم، ولی خب کلی شو نمیدونم، ولی در حال حاضر من سبک بازی یورگن کلوپ رو خیلی دوست دارم و لیورپول رو در حال حاضر سبکی که بازی میکنم من واقعا چیزی که واقعا لذت میبرم هر موقع تماشا میکنم. قطعاً نباشه ان شاء الله که برسی، واقعا باعث افتخار من جدی دارم میگم همه ایرانی ها همه مازندرانی ها. آقا شادی گل چی دوست داری انجام بدی؟ من میتونم یه شادی گل بهت بگم انجام بدی؟ بگو چرا که. آقا من یه چیزی نوشتم راجع به رونالدو بود، بعد تو گفتی من مسی رو دوست دارم، گفتم حالا بذار بگم، حالا هر
کدوم دوست داشتی؟ ببین شادی گل جدید رونالدو انجام داره میده، دستشو میذاره رو سینش، بالاشو نگاه میکنه، گارناچو هم رفت. اینو آره یا اینو برو یا اونی که حسین کنعانی زادگانم رفت، ولی یادم هم گفتم نه اونو آره این یکی اوری یکم بهتره، فکر کنم سبکترم. چیز دیگه غیر رونالدو نداری؟ مسی کدومشو دوست داری؟ خب مسی همینی که بالا رو نگاه میکنه، دو تا دستشو میگیره بالا، اونو میخوای برو؟ نه من نگفتم که واسه مسی بگو، یه خوشحالی گل دیگه کلی گفتم واسه هر بازیکنی. اصلا فرقی نمیکنه، من یه دونه رونالدو گفتم، یه دونه مسی، هر کدوم دوست داشتی برو. باش میری جدی؟ یه خوشحالی گل کامل دیگه بهم بگو واسه من بفرست، من برم. حالا این دو تام نبود، خودت چی دوست داری؟ من میخوام یه چیزی باشه، یه چیزی باشه که اینجا بگی بعد بدونن که چون اینجا گفتی این شادی گل رفتی. نمیدونم آخه تو بازی میکنی خوشحالی گل انجام میدی. آخه هم بزن، میتونی هم بزنی؟ آره آره اینو بری. گنابری آفرین. آره میری باش بازی با ترکمنستان برگشت گل زدی، اینو برو تو رو خدا. باش دمت گرم. آقا سوالای تک کلمه ای، شما باید اینجا فقط با یک کلمه بگی جوابش. آره نه یعنی نه، میتونه مثلا اسم باشه، میتونه هر چیزی باشه. اوکی. اگرم حالا دیدی نمیتونی تک کلمه بگی توضیح بده، حالا اشکال نداره. شیطون ترین بازیکن تیم ملی؟ خودم رو بذار بگم. خودت جدی؟ نه من که نیست، ولی خودم بگم که به خودم بذارم. بهترین بازیکن تیم ملی از گذشته تا الان از نظر خودت؟ بذار توضیحشم بدم. من بچه بودم واقعا کلیپ های خیلی بچه بودم، 5 سال بودم، کلیپ های علی کریمی رو عموم همیشه به نشون میداد و خیلی دوست داشتم. برای همون مثلا یه مدت مثلا شماره 8 نوشتم کلیپ های تیم ملی علی کریمی، بعد بایرن مونیخ بود، اینا رو بهم نشون میداد. من علی کریمی میگم. به به بازیکنی که دوستش دارم واقعا. خیلی ایرانی هم دوستش دارم واقعا. سریع ترین بازیکن تیم ملی، سریع ترین پا به توپ. سریع ترینش رو باز میگم خود. جدی؟ باریکلا. مسی یا رونالدو؟ اینجا دیگه جاییست که باید به یک سمت بری. مسی. من که گفتم مسی رو دوست دارم. گفتم الان نظرش عوض میکنم. به نظر من مسی بهترین بازیکن تاریخه به نظر من. آقا از اونجایی که گفتی یوتیوب رو زیاد نگاه میکنی، یوتیوبر مورد علاقت کیه؟ هم میتونی خارجی بگم فارسی. صد کومان. جدی؟ باریکلا قشنگ معلومه دنبال میکنه، نمیشناسه کومان. بابا من اصلا خیلی یوتیوبر ایرانی، هم پویا رو دنبال میکنم، پوتک، هم کومان رو دنبال میکنم. کومان واقعا درجه یک. کومان به نظر من بهترین ایرانی ها حالا کومانه، هم خود کروش و میا رو دنبال میکنم کانالشون رو، بعد بگم شف جواد جوادی رو دنبال میکنم. بس به آشپزی هم علاقه داری درست کنی نه؟ دیگه یه مدت تنها بودم مجبور بودم. نه ولی واقعا کارش درسته، جمع درست کردن خدایی خوشمزه. طبق همون دستور جواب داد، این چیزی که در نمیاد. آره. اگه بخوای یه اسم بگی که فوتبال تو بیشتر مدیون اون فرد هستی کیه؟ خودم. جدی؟ آره. دمت گرم آقا. حل دم شما گرم، دستت هم درد نکنه آقا، واقعا افتخار دادی اومدی و اینکه منت سر ما گذاشتی، خیلی خیلی لطف بزرگی کردی داداش، و اینکه ایشالله که محبت تو بتونم یه روز جبران بکنم، این جدی دارم میگم. فدات شم داداش عزیز دلمی، منم خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که برنامه خوبی باشه دیگه. ببینم لذت گرم میرم سابسکرایب کنم. قربونت برم داداش، قلب من. مواظب خودت باش، تیم ملی بدرخشی، شده شادی گله رو برو، اون شادی گل هم زدنیه رو. من خیلی فکر کردم راجع بهش که تو تیم ملی حالا داستان نشه، بودم این شادی گل درستایی بگم. همین اوکیه، میری همین. آره میرم. باشه دمت گرم عشق من. قربونت برم داداش. حرفی نداری با بچه‌ها؟ نه قربونم، امیدوارم که این برنامه لذت ببرن دیگه. همیشه سالم و سلامت و دلخوش. قربونت باشم داداش، مواظب خودت باش. قربونت، مرسی. خدا سلامتی تو مبارک. قلب من داداش. قربونت. خدا.